تجمع کارکنان خشمگین مراکز بهداشت شهرستان‌های خوزستان در اهواز. نشست اضطراری کابینه انگلستان درباره روبودن نفتکش توسط رژیم ایران. عادل الجبیر: جامعه جهانی باید برای جلوگیری از اقدامات رژیم ایران دست به عمل بزند. جمعی از کارکنان مراکز بهداشت شهرستان‌های خوزستان به ویژه اهواز، رامهرمز و ماهشهر روز یکشنبه 30 تیر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا و سطح پایین دستمزدها در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع کردند و خواهان رسیدگی به وضعیت حقوقی و استخدامی خود شدند. در این تجمع یکی از ماموران رژیم قصد تعرض به معترضان را داشت که با شعار بیشرف تجمع کنندگان خشمگین مواجه شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر نخست وزیری انگلستان گزارش داد دولت انگلستان روز دوشنبه درباره نفتکش روبوده شده این کشور توسط رژیم ایران در خلیج فارس نشست اضطراری برگزار خواهد کرد. ریاست این جلسه بر عهده تریزا می است. این نشست یک روز قبل از انتخاب نخست وزیر جدید در روز سه‌شنبه و کنارگیری تریزا می برگزار خواهد شد. یک سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس به خبرگزاری فرانسه گفته است چیزی که ما از وزرا و مقامات دیگر فهمیدیم این است که در این نشست درباره حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس بحث خواهد شد. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان نوشت به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران، دولت انگلستان در حال بررسی وضع تحریم‌های جدیدی علیه رژیم ایران است. به نوشته این روزنامه، جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلستان روز یکشنبه تدابیر دیپلماتیک و اقتصادی را علیه رژیم ایران اعلام خواهد کرد. جرمی هانت قبلا به طور رسمی هشدار داده بود اگر این وضعیت فوراً حل نشود، پیامدهای جدی خواهد داشت. توقیف کشتی انگلستان توسط سپاه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که دادگاه عالی جبل الطارق توقیف نفتکش ایرانی را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی توقیف نفتکش انگلستان توسط رژیم آخوندی را غیرقابل قبول خواند و خواستار اقدام جامعه جهانی در مقابل اعمال رژیم ایران شد. عادل الجبیر اعلام کرد رژیم ایران باید بداند اعمال او از قبیل بستن راه کشتی ها و آخرین آنها توقیف کشتی انگلیسی به طور کامل غیر قابل پذیرش هستند. جامعه جهانی باید دست به اقدام بزند تا مانع این گونه رفتارهای رژیم ایران شود. پاسدار جعفری، سرکرده سابق پاسداران، در اعتراف به ضرباتی که ارتش آزادی بخش ملی ایران در عملیات فروغ جاویدان در سال 67 به ماشین جنگ و سرکوب رژیم وارد کرد، گفت مجاهدین از مرز اسلام آباد وارد شدند و آنجا را گرفتند. یک عده می‌خواهند مجاهدین را تطهیر کنند و می‌گویند آنها می‌خواستند با رژیم بجنگند و با مردم کاری نداشتند. بنابر خبرهای دریافتی، یک زندانی به نام مهرداد باریده به دلیل ایست قلبی و در پی عدم رسیدگی پزشکی به موقع به نارسایی قلبی و فشارهای ناشی از شرایط غیر انسانی در زندان گچساران جان سپرد.